آسمان
سقف برای هم دیگه شما. اگر این جمع، اگر این آسمان نبود، عرض کردم رو کره زمین، اگر جمع دور زمین نبود، کره زمین ادامه حیات ممکن نبود. خود دانشمندان هم میگه خدا آسمان را برای شما سقف قرار داد. دیگه چه کار کرد؟ و انزل من السماء ماء. خدا برای شما نازل کرده است از آسمان چی؟ آب. از تو آسمان آب میاد. بارون از کجا میاد؟ برف از کجا میاد؟ نزولات آسمانی از کجا میاد؟ از تو آسمان میاد. خیلی خوب. و انزل من السماء ماء. خدا نازل فرو فرستاده است از آسمان بر شما آب را. خب این آب شما هر چی دیدید چشمه و رودخونه و اینا رو زمینه، خیلی خوب. اما از آسمان تمام نزولات آسمانی بر بارون از آسمان میاد. حالا اون دیگه با چه بفرمایید تقدیر الهی و حکمت الهی این آبها چجوری تبخیر میشه میره بالا و مرتبه نازل میشه، اینا همش اگر دقت بکنید معجزات الهی است. خب حالا آب آمد و اخرج به من الثمرات رزقا. خدا به وسیله این آبی که از آسمان نازل میکند برای همه من و شما رزق و روزیمون را توسط این آبی که تو آسمون نازل میکند میرسانه. اگه شما بارندگی نداشته باشید چه میشه؟ دیگه کشت و زرعی وجود نداره. اما سالهای اخیر ببینید که بارندگی نزولات آسمون کم شد، چقدر روستاها چه شدن؟ از بین رفتن. کشتزارها از بین رفت، باغات از بین رفت. این نزولات آسمانی، آبی که خدا از آسمان میفرستد به وسیله این آب از میوه ها، از تمام محصولات خدا رزقا لکم برای شما چه قرار میده؟ رزق و روزی همه ما به وسیله این آبی که از آسمان نازل میشه چه حاصل میشه؟ خیلی خوب. حالا که اینجور شد فلا تجعلوا لله اندادا. تسبیح هاشی مردم کی رو جفت خدا قرار میدی؟ قرار ندهی حالا که خدا شما اینه با این خصوصی ها پس قرار ندهی برای خدا انداد جمع نده. ند به معنا مثل، نظیر. خیلی ما برای خدا مثل آمدن و نظیر قرار ندهی. کی جا خدا میتوند بشنه؟ هیچ کس را به جای خدا قرار ندهید، مثل خدا قرار ندهید، نظیر خدا قرار ندهید. جای خدا هیچ کس نمی‌نشیند، خدا جای خودش می‌نشیند. پس بنابراین من خدای چنین خداییست که من و شما باید عبادتش کنیم، پس من خدا مثل و مانند و شریک قرار ندهی. و انتم تعلمون میگه به این درهاییست که شما میدونید خدا تمام این خلقتها را کرده. ترجمه میکنید الان دا که من برای شما گفتم شما نمیدانستی که خدا ما را آفریده است؟ نمیدانستی که خدا زمین را آفریده است، آسمان را آفریده است، نزولات آسمانی آب از آسمان برمون نازل میشه؟ نمیدونستی از این آب رزق و روزی همه انسان ها به دست میاد؟ همه رو میدونستی؟ خب میگه و انتون تعلمون، شما همه اینا رو
وقتی میتونی دیگه کسی را جا یا خدا نگذاری. حالا که خدا خداست، وظیفه من و شما چیست؟ این است که چی خدا باشیم؟ بنده خدا. ولذا وعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگار خودتون را. عبادت خدا یعنی اطاعت، اطاعت خدا یعنی خدا را هرچون گرد چشم. این میشه عبادت خدا. و انتم تعلمون، این یه معنای دیگه، و انتم تعلمون، و شما میدونید خدا مثل ما مند و نزدیک ندارد. خدا رو میدونید خدا مثل ما مند و نزدیک ندارد؟ اما از این جهالت و نادانی و ابلهانه رو ببخشید خریت یک کسای دیگه و افراد دیگه و اشخاص دیگه رو اینا رو جای خدا میکشن. فعلتون تعلمون، در حالی که شما میدونید خدا مثل ما مند و نزدیک ندارد. این امروز یه ترجمه مختصر از آیه براتون کردن، حالا این روز دیگه حاضر داره همین مقدار کافیست مظاهر نمیشن. اما بهش خوردم و چه خورم؟ گفت نمیدم